در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما صادقه صادق حسینی شرازی دامزلو که روزانه با حضور علما فوزلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود یکی از سوال هایی که سهشنبه 17 جمادی الاخر 1444 از معظم الله پرسیده شد این بود که قانون هایی که دولت ها و ملت ها وضع می کنند اعتبار شرعی دارد الله را با و القرآن الكريم يقول إن إن هذه نافية إن الحكم إلا لله الحكم بس لله حكم غير الله ما يفيد النتيجة التكرار والإصرار والمثابرة حتى يعمل به قانون احكام غير الله هاي مو معتبره وين ما كانت بشروطها نعم رسول الله صلى الله عليه واله كثير من الحدود ما طبقها لان شروطها ما كانت متوفره الحدود مو بلا شروط مع الشروط ومن الشروط انه لا يكون اجراء الحدود منفر منفر للناس هذا من الشروط اذا منفر لا لا يجرى على كل ان الحكم الا لله غير الله كل حكم صحيح وطبقا طبعا مع الشروط اللي في الادله الشرعيه جاءت اما كتاب الله وعشرة اهل بيتي اما في الكتاب الكريم القران الحكيم او في روايات أهل البيت عليهم السلام القانون في أي مكان في الدنيا كان في البلاد الإسلامية ما إلى شرعية إذا ما يطابق كتاب الله وعشرة أهل بيت در نشست علمی سهشنبه هفدهم جمادی آخر همچنین سؤالهای مختلف دیگری درباره علت درخواست حضرت موسی از خدا که برادرش هارون را با او همراه کند در صورت عدم بیان تکبیرها و فرازهای نماز میه توسط افرادی که در صفوف اول هستند آیا نماز شخصی که مثلا در صف پنجم است برای میت کافی است غذای نماز روزه والدین چرا امام حسین علیه السلام به جای حفر خندق در قضیه آشورا همان وقت را سر رسیدن به آب نکردند؟ چرا حضرت عباس علیه السلام در آشورا برای آوردن آب از نهر فراد به قسمتی رفتند که سربازان حضور داشتند؟ آیا همه احکام عمل واجب در عمل مستحبی مثل آن جاری است؟ امکان رکنی یا غیر رکنی بودن شرط مانند جز؟ اگر در شهری فقط نان سبوسدار استفاده می شود آیا زکات دهنده می تواند نان غیر سبوسدار به فقیر بدهد؟ گفتن جمله سلام علی در نماز بدون اینکه قصد قرآن بودن آن شود حکم خواندن یا شنیدن آیه سجده در حالت سجده مقصود از روایت من به غیرالقرآن القرآن فلا شفا الله حکم ذبح حیوان بدون تسمیه حکم سید لحوی حکم کتمان شهادت منظور از آیه و ما خلقت الجن و الا لیعبدونی فلسفه خلق بندگانی که خدا را عبادت نمی کنند پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامزلو به یکایک سوالها با سعی صدر پاسخ دادند لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه 6 رأس ساعت 11 و 15 دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید